دیوان عالی اسلام آباد دادخواست علیه محتوای اهانت به مقدسات اسلام در رسانه‌های اجتماعی را رسیدگی کرد. این دیوان به دنبال تلاش برای دستیابی به راه حل دائمی حذف محتوای اهانت به مقدسات اسلام از رسانه‌های اجتماعی است. یک قاضی دیوان عالی پاکستان در این باره گفت: هر مسلمان نسبت به پیامبر اسلام ارادت خاصی دارد، لذا باید برای پیدا کردن راه حل دائمی تلاش کرد. حتی اگر یک لینک هم باشد، آن هم باید حذف و حتما باید راه حلی دائمی اتخاذ شود. وی افزود: ما به هر مذهب و دینی احترام می‌گذاریم و معتقدیم که اهانت به مقدسات به نام آزادی بیان را نمی‌توان نادیده گرفت. تلاش پاکستان تنها به مقابله با محتوای ضد اسلامی در فضای مجازی محدود نمی‌شود و این کشور سال گذشته مخالفت خود را با نشر محتوای مغایر با اخلاق در شبکه‌های اجتماعی اعلام و اپلیکیشن ویدیویی تیک تاک را به خاطر محتوای نامناسب و چند اپلیکیشن دیگر را به خاطر محتوای غیر اخلاقی ممنوع کرد. برخی از فعالان اما این سخنان را تنها بهانه‌ای برای اجرای سیاست‌های حکومتی از جمله لاپوشانی فساد ها می‌دانند.